هفته گذشته جنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا اعلام کرد که با شماری از کشورها از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس در تماس است تا ظرف یکی دو هفته آینده اطلافی برای تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و باب تشکیل داد. در چند هفته گذشته شش نفس کش در نزدیکی تنگه هرمز صدمه دیدند. امریکا ایران را مسبب می داند. اتهامی که ایران رد کرده است. آیا واقعا تنگه هرمز و بابل مندب ناامن شده است؟ آیا این اعتلاف اگر تشکیل شود در همان حد تأمین امنیتی کشتیرانی میماند؟ حسین آریان دانش آموخته دانشکده دریایی سلطنتی بریتانیا افسر پیشین نیروی دریایی ایران در قبل و بعد از انقلاب سال 1357 مهمان من در این برنامه است آیا به نظر او در صورت رو در روی نیروها در نقطه از جهان نیروی دریایی ایران توانایی مقابله دارد؟ آقای حسین آریان به برنامه به بار دیگر خوش آمدید. آیا به نظر شما آرگن امریکا و متحدان منطقیش مطمئنن که این صدماتی که به کشتی آورده شده تا این مدت کار ایران بوده؟ خب ادعا این هست میگن که کار ایران هست و شواهدی هم ارائه میدن اما ایران این رو تکذیب میکنه و در این حال ایران از نظر رویارویی با آمریکا در یک منطقه خاکستری قرار گرفته بدین معنا که صلح نیست رویارویی مستقیم نیست ولی میتونه کارهایی را انجام بده که قابل انکار باشه <applause> به عبارت دیگه نتونه کسی مچش باز بکنه آها. به همین جهته که کارهایی صورت گرفته در منطقه که در این حال که حرفه ای هست در این حال که این رو افراد معمولی یا گروه های نیابتی نمیتونن انجام بدن برای نمونه چسباندن مین چسبان به ناوها در به کشتی های تجارتی نفکش در لنگرگاه فجره یا در دریای عمان در این حال به اون معنا هم نمیتونند ثابت بکنند به همین جهتی که در این حال آمریکا میگه کار ایرانه ایران میگه من این کار رو انجام ندادند و برخی از کشورهای اروپایی میگن باید این موضوع بررسی بشه شواهد ارائه بشه و به طور دقیق مشخص بشه که چه کسی مسئول این کار بوده نظر خودتون چیه؟ نظر من اینی که ایران داره این کارها رو انجام میده ولی به نحوی انجام میده که ما نمیتونیم دقیقا ثابت بکنیم یعنی به عبارتی دیگه اون بحثی که الان هست که بر حال اون منطقه الان و احتیاج هست که همچین اطلافی تشکیل بشه یا به هر حال نیروی حضور نیروی دریایی کشورهای بزرگ در اینجا بیشتر بشه برای امنی تامین امنیت اونطور که خودشون میگن واقعا وجود داره همچین نگرانی این نگرانی وجود داره برای اینکه یکی از ابزار بسیار مهمی که دست ایران هست در چهارچوب جنگ هیبریدی که جنگ نامتقارن هم جز این هست یکی از ابعاد این رو تشکیل میده اینجا مسئله مین هست و به همین جهت که آمریکا داره سعی میکنه که یک اتحادی رو یک اعتلافی رو از کشورهای مختلف به وجود بیاره که بتونه خطوط مواصلات دریایی رو باز نگه داره و امنیت اینها رو تأمین بکنه منتها به عنوان سابقه باید بگم که یه همچین چیزی در گذشته هم وجود داشته به اسم نیروهای دریایی مشترک یا CM ام که تحت نظر در واقع شاخه maritime در... فورس, تایم فورس. که این در واقع اون تحت نظر شاخه دریایی سنتکام عمل میکنه و بیش از سی کشور در این عضو هستند و از سه گروه رزمی تشکیل شده گروه رزمی مشترک 150 151 152 که 152 کارش تأمین امنیت در خلیج فارس است در گذشته تمرکز اینا بر روی دزدی دریایی بوده بر روی تروریسم بوده حالا این رو به نحو دیگر جنرال دانفورد میخواد وارد میدان بکنه که تمرکزش بر روی ایران باشه خب ولی اون به اصطلاح نیروهای مشترک دریایی آ، یک آ، سازمانی هستش که کارش داوطلبانه است تمام اون سی اوز به صورت داوطلبانه این کارو میکنن ولی اون چیزی که الان امریکایی ها میخوان تشکیل بدن یک ائتلافیه که پایبند نشون میکنه به به حرکت های نظامی دقیقاً اون اف اف در اون نیروهای مشترک دریایی در یک اعتلاف نبوده کشورها به اندازه وسع خودشون و توان خودشون میتونستن کارهایی را انجام بدن شرکت بکنن و حتی نماینده به عنوان نمونده مثلا چند افسر نیرو دریایی بفرستن در مرکزشون که در بحرین بوده که این زیر نظر در واقع فرمونده ناوگان پنجم کار میکرده که معاونش همیشه دریاداد دریادار دوم یا کمودر انگلیسی بوده حالا میخواد یه اعتلاف تشکیل بده که این برمیگرده به نوی به جنگ زمان نفتکشا در چارچوب جنگ هشت ساله یعنی بین کردن مسئله و بین کردن تامین امنیت خطوط و مواصلات دریایی که به باور من برخی از کشورهای اروپایی با آمریکا همسو خواهند بود مثل بریتانیا ولی کشورهای دیگری مثل فرانسه یا آلمان باید ببینیم که چه کار خواهند کرد ولی شما از کشورهای منطقه کشورها احتمالاً به هر حال کمک میکنن یا واردین ائتلاف میشن صد در صد کشورهای مثل امارات و ده. یا عربستان سعودی با آمریکا همکاری خواهند کرد ولی توان دریاییشون در اون حدی نیست که بخواهند یک میدان بسیار وسیعی از این خطوط مواصلات دریایی که یه سرش در خلیج فارس است و بعد از تنگه هرمز عبور میکنه و به طور کلی دو شاخه میشه یه طرفش میره به طرف بابل مندب و طرف دیگرش به طرف تنگه مالاگا و آسیای شرق بتونن این رو کنترل بکنن کارهای ساحلی رو ممکنه به کشورهای مثل عربستان یا امارات بدن ولی بار عمده این کار به عهده آمریکا خواهد بود که در حال حاضر هم همین کار رو داره انجام میده هفته گذشته ایران تلاش کرد یک کشتی بریتانیایی رو نفتکش بریتانیایی رو اونطور که گفته شد وارد آبهای ایران بکنه که بعد بتونه اون کشتی رو احتمالاً توقیف بکنه ظاهرا در مقابل کشتی ایرانی که در جبل و تارق به وسیله نیروهای بریتانیایی توقیف شده تا چه حد این نشون میده که ایران مثل اینکه قرار این, که قراره این تحرکات در منطقه رو ادامه بده و عاقبتش قراره که به کجا بکشه خب ایران این کار رو انجام داده در واکنش به اون چرا که در جبل و تاریخ اتفاق افتاد و به باور من کاری رو که بریتانیا انجام داد واقعا پایه اساسه محکمی نداشته برای اینکه توقف اون نفتکش در تنگه جبل و تارق بر حساب و بر حساب محاسبه تحریم های اتحادی اروپا بود که در سال 2011 اعمال شده بود علیه سوریه و از اون موقع تا به حال هیچ کشتی رو هیچ یک از کشورهای اروپایی واقعا متوقف نکردند ولی بریتانیا این کار را کرد که به دستور یا حتی با همکاری آمریکا بوده و به نحوی باید اضافه بکنم که این یه حالت خودشیرینی داره که خودشو به ام. آمریکا نزدیک بکنه با توجه به اون چیز را که در انگلیس داره اتفاق میفته در ارتباط با برگزیت و کاندیده هایی که قراره که یکی از اونا انتخاب بشه به عنوان نخست وزیر اما در خلیج فاس در جواب سوال شما کاری رو که این سه قایق سپاه پاسداران انجام دادن رسانه ها ابتدا این رو گفتن که توقیف و بعد اینو کردن به عنوان ایجاد مزاحمت و مسدود کردن راه خیلی بعیده که سه قایق بخوان به یک نفتکش بریتانیایی نزدیک بشن و به این دستور بدن که راه خودتون رو تغییر بدین و وارد آبای ایران بشین هیچ ناخدایی و هیچ فرماندی این کار نمیکنه. این فقط ایجاد مزاحمت بود در عین حال که دارن این کار رو میکنند اون درجه در واقع این مزاحمت رو به حدی حد نمیبرند که باعث تحریک بیش از اندازه بشه و به درگیری مواجه بشه در عین حال که همیشه در این گونه کارها احتمال محاسبات غلط وجود داره و میتونه منجر بشه به درگیری مستقیم و روی, و روی مستقیم البته ایرانی ها تکسیب میکنه که اصلا همچین اتفاقی نیفتاده که طبیعتا نمیتونه درست باشه بر اساس اون چیزی صحبت که شما داریم میکنین و اون چیزی که به حال منابع بریتانیایی و امریکایی دارن میگن بریتانیا البته میگن که ما این کار خودمونه و به نیابت از طرف آمریکا اونطوری که ایران متهمشون میکنه این کار انجام ندادیم کار به اصطلاح مستقلانه خودونه حالا بریتانیا درجه خطر برای کشتی رو در خلیج فارس برده بالا یعنی به درجه سه برده که ظاهرا بالاترین درجه به اصطلاح تهدید و خطر در منطقه است همه اینها نشون دهنده اینه یعنی که این تنش در منطقه داره به یک جاهایی میرسه که میتونه خیلی خطرناک باشه میتونه خطرناک باشه و همیشه این احتمال درگیری هست ولی ایران اولا دکترینش دکترین دفاعیه و تکیهش بر روی جنگ های به حساب نامتقارن است و ابزارهایی رو که برای این کار در دست داره ولی تا حالا ایران سعی کرده که از سه خط قرمز رد نشه که باعث درگیری مستقیم بشه یکی از اونها در واقع این هست که بخواد میگذاری بکنه چون میگذاری مترادف خواهد بود با حمله نظامی آمریکا و درگیری مستقیم یکی دیگه این هست که سعی میکنه ایران و تالا این کار رو انجام داده که پرسنل آمریکایی رو مورد حمله قرار نده کما که در ارتباط با اون پهباد دیدیم پهبادی رو که سرنگون کرد در مجاورت اون یک هواپیمای شناسایی پی هشت آمریکا که سرنشین داشت اون رو هدف قرار نداد کار دیگر ای ایران این هست که سطح تنش رو در این حال که داده این کارها رو انجام میده بالا نبره و در این حال در حیطه هستئی نخواد به جایی برسه که آمریکا براش مسجل بشه یا برای اسرائیل که داره ایران واقعا قدم های اولیه رو داره برمیداده برای تولید سلاح هستی ایران, ایران... اگر که اینها این خط قرمزاره که قرار نیست که به سلاح بگذره ازش و از این اتفاقات هم بجز ایجاد تنش هیچ چیز دیگه ای ظاهرا آیدش نمیشه پس برای چی داره این کار این واکنش هست در این حال دست جمهوری اسلامی بسته است ببینید آمریکا میگه که ترامپ پرزیدنت ترامپ دائم میگه که من حرفاشو من دارم تکرار میکنم که مایلم با جمهوری اسلامی من گفتگو بکنم بدون پیش شد. دفعه بعد صحبت که میکنه جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه میگه اگه حمله بکنم به جمهوری اسلامی همه چیز رو هموار خواهم کرد بعد صحبت های دیگری میکنه میگه که با همین رژیم میتونم صحبت بکنم و میتونند آینده بسیار خوبی رو برای ایران درست بکنن اینی به طور کامل نظراتش داره تغییر میکنه ولی به باور من به این تغییرات که داریم ما میبینیم این کارها حساب شده است ام. کسانی که دور بر پرزیدنت ترامپ هستند دارن اینو خیلی خوب هدایتش میکنن کار ولی پشت سر تمام این صحبت هایی که ما میکنن میبینیم که اون دوازده شرطی که مایک ما پومپئو اعلام کرده بود یعنی دوازده مطالبه از ایران داره سر جای خودش است میگه گفتگو میکنم ولی گفتگو بر مبنای این دوازده شرط هست یعنی ایران به هسته ای دسترسی پیدا نکنه به طور کامل غنی سازی متوقف بکنه چرخه سوخت ایش از بین بره برنامه موشکیش هم بذاره کنار و بعد موشکاش بذاره زیر 300 کیلومتر بنابراین ایران میدونه که واقعا گفتگویی در کار نیست اگر آیت الله ای میگه که صحبت کردن با پرزیدنت ترامپ و آمریکا سم مزایفه داره یه چیز بدیهی رو میگه بعد اینکه آمریکا نمیخواد مذاکره بکنه هدف این نیست آمریکا در صورتی با ایران مذاکره خواهد کرد که اون دوازده مطالبات رو ایران قبول بکنه و به عبارت دیگه بره زیر اون چرا که آمریکا تایید کرده روی اون نقطه چین امضا بکنه و دستاشو ببره بالا و این خودکشی سیاسی برای جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی هیچ راهی نداره آها. و قبول نخواهد کرد حالا برگردیم به تحرکات نظامی در منطقه ظاهرا امریکایی ها و متحدانش نگرانند که ایران ممکن دست به اقداماتی بزنه شما میشاره کردین که یکی از اقداماتی که میتونه بکنه مسئله مینگذاریه ولی فعلا قصدش این نیست شما بزنه. مسئله مینگذاری به چه شکل؟ یعنی چه توانایی های ایران در مینگذاری داره که میتونه منطقه رو ناامن بکنه؟ در, چا... از اون چیزی هست. چا چوبه. در چارچوب این حال جنگ هیبریدی که ایران میخواد بکنه یا جنگ نامتقارن که بخشی از اون است در خلیج فاس ایران ابزارهایی داره غایه های تندرو هست موشک های ساحل به دریاست موشک های زده کشتی هست موشک های کروز هست و مینها، ها انواع اقسام مین ها رو ایران در اختیار داره ساخته و حتی گفته میشه که ایران نوعی از مینهای های بسیار پیشرفته ای ایم 52 چینی رو داره که این مینها ها در واقع مثل اجدره ام. یعنی بعد از اینکه تحریک شد به صورت اجدر میره برای ناب این کار کار بسیار خطرناکی است یعنی جنگ رو مستقیم بین آمریکا و ایران به وجود خواهد بود ولی برخلاف بسیاری از بررسی ها که ما در رسانه ها میبینیم که آمریکا می‌تونه در از دو سه روز ایران را رو هموار بکنه به باور من اینجوری نخواهد بود برای اینکه مینروبی کار بسیار مشکلی است کار وقتگیری است هزینه میبره منابع بسیار زیادی رو میخواد کما که در زمان جنگ نفت ما این رو دیدیم و زمان میبره برابر بررسی هایی که انجام شده این کار دست کم یک ماه و تا چهار ماه طول میکشه برای اینکه شما وقتی بخواید مین روبی بکنید باید تمام تهدیدهایی رو که ایران ممکنه متوجه این واحدا و یا در آینده متوجه آمریکا بکنه از بین ببره یعنی زدن تمام پایگاه دریایی یعنی از بین بردن تمام رادارهای ساحلی از بین بردن تمام باتری های موشکی ساحل به دریا از بین بردن یکان های سپاه پاسداران و نیروی دریایی ارتش که در خط مقدم قرار گرفته یعنی یک جنگ تمام ایار خواهد بود که فاجعه بار و حتی بیش از فاجعه برای ایران خواهد بود حالا آقای روحانی همطور که میدونین چندین بار تهدید کرده که اگر که قرار نیست نفت ایران از تنگ هرمز صادر بشه نفتی هیچ کسی صادر نمیشه به عبارت دیگه تهدید کرده که ما تنگ هرمز رو میبندیم توانایی ایران برای بستن تنگ هرمز چقدره ایران ببینید در زمان جنگ به سابقه اگه توجه بکنیم زمان جنگ ایران عراق همین مسائل بود ولی ایران هیچ موقع تنگه هرمز رو نبست و به باور من حالا هم این کار رو نخواهد کرد غیر از اینکه بخواد مین بکنه و عملیات ایزایی انجام بده ایران میتونه اختلال به وجود بیاره در تنگه هرمز اختلالاتی که البته ثابت نشده و ایران هم قبول نکرده مثل اون که در لنگرگاه فجره انجام گرفت یا در دریای عمان برای این کشتی ها میتونه با این کارها در واقع باعث یک نوع تنش بیشتر در منطقه بشه میتونه منابع بسیار زیادی رو از آمریکا و دیگر کشورها به منطقه بکشیم برای باز کردن خطوط مواصلات دریایی و پرداختن هزینه اینها رو ایران میتونه انجام بده ولی اگه فکر بکنیم که بخواد تنگه هرمز رو به طور تام و تمام ببنده که آمریکا این رو گفتم باز خواهد کرد ولی طول خواهد کشید این عملی نیست ولی این کارها کارهایی است که در سطح جمهوری اسلامی است و میتونه انجام بده تمام اینها برای اینکه بتونه نوعی امتیاز بگیره یا اینکه جامعه به معلی به کشورهای اروپایی و یا دیگر بازیگران بتونن به راهی برای ایران باز بکنند ولی این راه تا زمانی که این دوازده شهر به این صورت است که در واقع مطالبه هست راهی نیست برای اینکه این دوازده شهر در واقع بازی با حاصل جمع صفره ام. یعنی تمام چیزهایی که باید ایران بده آمریکا به دست میاره در دیپلماسی بستان هست در این دوازده شهر ما بده بستان نمیبینیم و راه ها بسته است به رغم اون چرا که به ظاهر میگن که مقایم گفتگو بکنیم راه دیپلماسی ولی با این بسته است آقا آقای چندین بار مسئله مطرح شد و خصوص از جانب آقای پومپه و وزیر خارجه امریکا هم آه، که به تحصیح از خود آقای ترامپ که بدون هیچ شرط این مذاکره بکنیم ولی پر... ولی اون دوازده شرط رو به صلاح علم نگردند دوازده شرط علم نمی کنن. ولی بعدش پشت سرش دوباره این مسئله رو عنوان میکنم به تازگی برای نمونه آقای جان بولتون که برای یک انجمن مسیحیان اگه اشتباه نکنم که هوادار اسرائیل داشته صحبت میکرده صحبت کرده از چرخه از بین بودن چرخه هستی اون حرفی که ایشون میزنه نه اینکه ایران غنی سازی نکنه یا غنی رو متوقف بکنه یا اینکه تمام تاسیسات رو ببنده یعنی تمام اون چرا که مربوط میشه به چرخی هستی باید در ایران از بین برده بشه یعنی داده برای ایران این دفاع از جمهوری اسلامی حساب نکنید ولی داده برای ایران تکلیف تعیین میکنه که شما موشک رو که میخواین تولید بکنید موشکاتون باید بر مبنای ام یا رژیم کنترل تکنولوژی موشکی که سیستم داو طالبان است این 300 کیلومتر بیشتر نباشه برای اینکه بیش از اون سلاید کشتار جمعی محسوب میشه با توجه به خرجی که امن کنه بنابراین اینها تمام محدودیت های بسیار زیادی است که نه تنها دست جمهوری اسلامی رو بیبنده ولی بسیاری به باور من از منافع ملی فرا جمهوری اسلامی رو اگر جمهوری اسلامی اون نقطه خرچین رو امضا بکنه و تسلیم بشه این رو تحت تا تاثیر قرار میده یعنی داده برای ایران تکلیف قائل میکنه که بنیه دفاعیتون باید تا چه حد باشه و با مسئله دیگه ای که مطرح میشه اینه که ما اختلاف نظر در داخل به حکومت ایران وجود داره که ادعی ممکنه حالا به امثال آقای روحانی و ظریف و غیره اینا به نوعی میخوان به مذاکره بپردازن ولی دی دیگه بیشتر تندروها اونها بیش عنوان مذاکره نمیپذیرن و رد کردن و اینجا و اونجا شاید بعضی از اقدامات تحرکات نظامی هم بیشتر میگن کار اونهاست ممکنه اونها دامن بزنن به یه چیزی که به اون جنگ میشه احتمال محاسبات غلط همیشه وجود داره ببینید ایران خودش یه قدرت منطقی میدونی یا در حال قدرت منطقی گوین که همه مؤلفه های قدرت منطقی رو نداره دوباره اگه برگردیم به همون حرفای مال قبل از میلاد مسیح توسیدید یا فیوسیدید به هر حال یه چالش برای آمریکا به وجود آورده و بیشتر مواقع در اکثر مواقع این چالش ها نتیجه جنگ میشه ایران با سلاح ایدئولوژی داده میره جلو در این آوردگاه ژئوپلیتیک خاورمیانه بنابراین بنابراین احتمال محاسبات غلط وجود داره و اون بخشی هم که شما گفتین برخی خواهان جنگ هستند هستند ولی این هم فکر و ایده بسیار خطرناکی است فکر شاید اینا فکر میکنن که با یک درگیری کوچیک و با یک حمله محدود بخوان تمام موازن را به هم بزنند و ملت بیارن پشت خودشون مثل زمان جنگ ایران ها اون وقت بگن که دشمن خارجی ما داریم و ملت بیان و پایه های رژیم را قوی بشه و به احتمال قوی این کار را خواهند کرد شما کدوم ملت رو میبینید که دشمن خارجی بهشون حمله بکنید و دستشون رو ببرن بالا بگن بسیار خوب خوش آمدید بنابراین این خطر هم وجوده اون هم خطرناکه اما چاره کار چیه؟ چه کار میشه کرد؟ یکی از ابتدایی ترین کارها شاید این باشه در عرصه خلیج فارس یه خط قرمز درست بکنن یه تلفن قرمز مثل زمان جنگ سرد که بتونن اینا با همدیگه صحبت بکنند. راه گشایی بکنند. این بکنن راهگشایی بکنن یا اینکه آمریکا زمجن. بیاد به طور آشکار و سریع بگه شرط اینها پیشنهاد است، مطالبه نیست به این بشینیم با همدیگه صحبت بکنیم که بخوان راه رو باز بکنن در غیر این صورت این خطر همیشه وجود داره و یک شاخه‌ای در داخل رژیم سعی میکنن که دامن بزنن برای بهره برداری سیاسی خودش البته این در امریکا هم همینطور هست گویا یا اختلاف نظری بین خود ترامپ و آقای بولتون و اینا اون جناه بولتون وجود داره که اونها میخوان خواهان جنگن ولی ظاهرا بقیهشون نیستن این هم البته از هر دو طرفی هم چیزی وجود داره و سال آخر هم اینه که این ائتلافی که داره تشکیل میشه آیا واقعا فکر میکنین در حد ائتلاف برای تأمین امنیت کشتی میمونه یا اینکه قراره که به یک ائتلاف بزرگتری تبدیل بشه و چون خیلی ها در این نوع ائتلافات و این نوع تحرکات اون زمینه هایی میبینند که در گذشته در مورد عراق دیدن در مورد لیبی دیدن و نگران که ممکنه زمینه یک جنگ باشه در وهله اول تامین امنیت قدود مواصلات دریایی خواهد بود اینکه چه کسی به این ائتلاف ملحق بشه این هم باید در نظر بگیرید به باور من آلمان فرانسه ملحق نخواهد شد بریتانیا ملحق خواهد شد گوین که بریتانیا خودش توان دریایی اونچنانی در اون حد نداره در حال حاضر فقط یه فریگیت و ست کن در خلیج فارس داره ولی این باعث خواهد شد که این موضوع رو بین بکنه این ائتلاف از یه جهت که آمریکا بهش رو آورده برای اینکه فشار رو ب... از خودش برداره آمریکا حدود ۳۵ هزار نفر الان در عرصه دریایی داره با توجه به ناو ابراهام کن و ناوهای امرا به اضافه سه ناو آبخاکی دیگری رو که فرستاده با این همه تجهیزات اگه 35 هزار نفر داره 70 نفر پشتش داره این رو دا دا پشتیبانی میکنه به اضافه پایگاه تو منطقه داده. هفت پایگاه ریز دیگه که در منطقه داره به اضافه بگرام به اضافه پایگاه لیمونیا در جیبوتی به اضافه دو پایگاه دیگر در دغم و سلاله که از عمان گرفته میخواد اونجا هم پایگاه بزنه بنابراین همه اینها اگه این اطلاف تشکیل بشه دست آمریکا رو یه ذره باز میکنه همه اینها برای تلاشی است از طرف آمریکا برای یک اجماع نظامی برای اینکه از نظر سیاسی این اجماع وجود نداره کما اینکه دیدیم که کفیل وزارت خارجه آمریکا اومد رفت به ناتو و نتونست این اجماع نظامی رو به وجود بیاره اینکه آمریکا موفق خواهد شد یا نه نمیدونیم ولی به هر حال آمریکا حضور خودش رو در همین سطحی که است در منطقه ب... یعنی ادامه خواهد داد و فشار حد رو بر ایران ادامه خواهد داد تا روزی که بتونه به اهداف خودش برسه در وهله اول بدون جنگ و اگه مجبور بشه خودش وارد میدان میشه کشورهای عربی پشت سرش هستن به اضافه ائتلاف نانوشته ای که بین کشورهای عربی و اسرائیل وجود هست به وجود آوردن و وجود داره و اسرائیل هم از الان گفته که من با آمریکا همسو هستم و وارد میدان مبارزه خواهم شد البته همه اینها میتونست اتفاق نیفته اگر که امریکا از برجام خارج نمیشه صد دست خیلی متشکرم آقای حسین آریان از شرکتون در برنامه ممنون باشید